خداوند دعا میکنم شفای تو، شفای کامل توی خداوند جاری بشه. هللویا. اگه این شفا فکریه، اگه دل شکست است، اگه اقتصادیه، شفای ازدواج هستش، شفای روابط هستش، شفای روحی و فکری هستش، هر چی که هستی، حتی جسمی خداوند جاری بشه. تو خدای هستی که اون افلیج رو که سالهای سال از بد و تولدش افلیج بود در کنار معبد توسط پتروس و رسولان دعا کردن شفا دادی. تو اما خدای هستی که بیماران رو شفا میدی خداوند عزیز. خدای قادر مطلق، ما میدانیم، باور میکنیم، دریافت میکنیم و دعا میکنیم آنچه گفته میشه، نه کلمه بیشتر، کلمه کمتر، بلکه اونی باشه که اراده توست. به ما گوشی شنوا بده، دلی با ایمان بده که بتونیم دریافت کنیم خداوندا، در حینی که بنده صحبت میکنم شفای تو جاری بشه. تو این کارو کردی قبلا تو جلسات ما، ایمان دارم ای خداوند. در نام قدوس و پرجلال عیسی مسیح دریافت بکنیم، بگید آمین، صداش بیاد اینجا. هللویا. شکر. تعلیم کتاب مقدس، من باید همه کار خودم بکنم نه؟ تعلیم کتاب مقدس در مورد شفا چیه؟ یک چیز جدیدی نیست که من راجبش صحبت میکنم. من از بد و ایمانم در این 40 خورده سالی که در مسیح بودم، شفای خدا رو بارها دیدم در منزل ما، در خدمات اجتماعی ما، همه جوره، در جلسات کلیسا شده دیدم عزیزانی که آرتروز داشتن و چیزهای دیگه شفا پیدا کردن. میخوام بیشتر رو این بیستیم هم صحبت کنم، ولی اولین کاری که امروز میخوام بکنیم که کتاب مقدس چی میگه، کتاب مقدس چی میگه. درسته ما احساسات داریم، درسته که ما انسان هستیم، تجربیات منفی داریم، تجربیات مثبت داریم. دیدیم، بنده خودم دیدم در طی سالها بعضی از دوستان که خادمین خدا بودن، عزیزان ما بودن، من وقتی به مسیح ایمان آوردم چشم باز کردم، مثل بچه نوزاد روحانی با هم بودیم، خاطرات داریم. متاسفانه برشون دعا شده شب بده نکردن، برای ما متاسفانه است، اما برای اونا جایگاه بهتری هستن دیگه. اون بیماری ها مثل سرطان، مثل MS، مثل سکته، هر چی که بوده رو اونا تاثیر نداره، تموم شده، رفته، رفتن به منزل ابدی خودشان، جایی که در حضور خداست. یه چیزی به شما بگم، خواهش میکنم وقتی که عکس عزیزی رو میبینید، نوشتش رو میبینید، فیلمش رو میبینید، مثلا اگه من میذارم، اگه به من احترام میذارید این کارو بکنید، هرگز ننویسید روحش شاد. من مشکل دارم با این جمله. اون عزیز روح شاده در حضور خداست، من روحم شاد شد باشه روی این زمین. بنده 40 خورده، برای من ننویسید که مردم، 40 خورده سال دارم در مسیح زندگی میکنم، از همه جا اذیت شدم، آرزوم اینه که یه روزی به حضور خدا برم، جایی که دردی نیست، کمر درد نیست، مشکل نیست، در حضور خدا باشم. شما چرا باید بگید که شاد باشه؟ شاد هست، در حضور خدا کمال خوشی ها و شادی است. این تفکر غلط، حالا اگه خادمین گفتن، اگه ایمانداران گفتن، فرق نمیکنه. لطفا ننویسید، نگید روحش شاد. بگید زنده یاد، شاد روان. بگید یادشون بخیر. ها، چیزای قشنگتر میتونیم بگیم. اینم تو قلامت به شما بگم، چون دیدم که زیر نوشته های بنده بعضی نوشتن از خادمین، حتی بعد از رافی، روحت شاد، روح شاد، خیرتون راحت بشه. من رافی رو میشناسم. هللویا. بریم با هم دیگه نگاه کنیم اساس اعتقاد ما به شفای الهی با مطالعه نجات در کتاب مقدس چی هستش. خیلی مهمه، نجات ما توسط مسیح است. اول نکته که میخوام راجع بهش صحبت کنیم و بسیار مهمه اینه که اگر ما باور داریم با آنچه که مسیح کرده، و چیزی هم که راجع به شادی گفتم همینه، خواهیم پذیرفت که ما با خدا مصالحه کردیم، با خدا مصالحه کردیم. آمین. قبل از اون ما جزء خانواده الهی نبودیم، ما اجنبی بودیم چون گناه کرده بودیم، اما جزء خانواده الهی هستیم، فرزندان خدا هستیم. هر جا روح خدا باهاتون صحبت بکنه، فقط آمین هللویا تو دلتون نگه، بنویسید اینجا، ها، دیگران میبینن اگه من نمیبینم. پس بسیار مهمه، میبینم که عزیزان داره مینویسید. پس نجات ما از طریق عیسی بر رهایی ما از طبیعت و لعنت گناه کافیه. هیچ چیز قرار نیست که با آنچه که خداوند کرده ما اضافه کنیم، غیر از اینکه بپذیریم. یک لیوان آب اینجا آماده است، خودم رو تو بودم، کسی نیورده، من باید بخورمش. عزیز شما غذای رو آماده میکنه، شما بخورید، تشکر کنید، کمکش کنید، زحمت بکشید، کار دیگه نباید بکنید.
آنچه که خدا مهیا کرده کافیست برای نجات ما، نه به پیغمبر احتیاج هست پس مسیح، نه به رسولان مسیح احتیاج هستش که بخوام اضافه کنیم. هیچ چیزی به کار خدا اضافه نکنید. به عبارت که وقتی میگید حضرت این کار میکنه، حضرت اون این کار میکنه، مثلا پولس مقدس، مثلا حالا احترام چیز خوبی، البته همیشه خوبه به زنده و مرده، میگید وقابه مداره میگید کار خدا کامل نبوده. کار خدا کامله. رومیان به ما اینو میگه، باب 5 آیه 12. اینا رو میتونید بنویسید و بردارید و برای خودتون یادداشت کنید و نهایت برکت رو بگیرید. من سعی کردم زیبا بنویسم، درست کنم که شما بتونید نهایت برکت رو بگیرید. گناه، رومیان 5:12 میگه گناه به وسیله یک انسان یعنی آدم به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. گناه باعث شد مرگ بیاد. مرگ قبل از اون نبودش. در نتیجه چون همه گناه کردن، مرگ همه را چکار کرد؟ در برگشت. این نکته خیلی مهمیه که پولس رسول معلم کتاب مقدس اینو فهمیده. رسول خداوند داره برای ما می‌نویسه. و آنچه که بر جهان آمد مرگ بیش، نه مرگ جسمانی فقط، مرگ عاطفی، مرگ روحانی، البته مرگ جسمی، هر آنچه که هستش. پس این مرگی که در زندگی ما به نوعی دیده میشه، حالا میتونه عاطفی هم باشه، اقتصادی هم باشه، این مرگ نتیجه گناهی است که آدم و حوا کردن. درسته؟ خیلی مهمه. بعد مواظب باشیم گناه نکنه. حالا کتاب غلاطیان باب 3 آیه 13 و 14 نکته مهم دیگه یه ریجا با میگه. میگوید که وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، مسیح رو صلیب رفت، مرد، به عبارت لعنت ما رو بر خودش گرفت. وقتی مسیح به خاطر ما، بگید به خاطر من، نه هر کی اسم خودش بذاره، به خاطر الناتان ملعون شد. الناتان را یا ما را که میگه منظورش قوم یهود هستش، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد. لطفا شریعت به کار خدا اضافه نکنید، چون مسیح اومد که ما را از لعنت شریعت بکشه بیرون. نگه ما هر بار سعی کردیم که دوباره شریعت را انجام بدیم، نتونستیم، دوباره یه لعنتی وارد زندگی می شد. چرا؟ زیرا کتاب مقدس می فهمد هر که به دار آویخته شود ملعون است. قبلا این کلام خدا گفته بودش و مسیح این رو به جان خودش پذیرفت. این همه واقع شد. چرا اتفاق افتاد؟ تا برکت که خدا به ابراهیم وعده داده بود که توسط نسل او، بعد ببینیم حالا قوم اسرائیل هست و بچه های او انبیا و پشت سر هم میگه به عیسی میرسه، طبق عبرانیان باب اول، به وسیله عیسی مسیح، با هم بگیم عیسی مسیح، به وسیله عیسی مسیح، نه به وسیله کسی دیگه، نه اون تفکرات مذهبی اسلامی و بهایی و غیره و غیره، به وسیله عیسی مسیح، به غیر یهودیان. ها؟ کی غیر یهودیه؟ من و شما. ما یهودی نیستیم میگه. شما الان بگم الناتان صهیونیست، خب من که نیستم، که من ایرانیم، شناسنامه هم هستش، بتونم ثابت بکنم بچه سرسبیل هستم، چهار وسوق به دنیا آمدم. به غیر یهودیان برسد، به شما برسد. خدا از قوم اسرائیل استفاده کرد، خدا به وعده‌ای که به ابراهیم داده استفاده کرد، عیسی که در جسم از قوم یهود به دنیا آمد استفاده کرد. چی بشه که این وعده به غیر یهودیان برسه؟ به من و شما، نه فقط به قوم یهود، بلکه به من و شما، تا ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم. یه پکیجه، یه پکیجه، میریم جلو قدم به قدم، لعنت رو برداره، ما از گناه آزاد بشیم، روح القدس بر ما قرار بگیره، برکت ابراهیم بر ما قرار بگیره. حتما برکت ابراهیم رو در کتاب مقدس بخونید، مثلا کتاب تثنیه باب 28 آیه 15 تا 68. من خیلی دوست دارم تثنیه 28 رو، مثلا کتاب مقدس رو دوست دارم. تثنیه 28 اینجا ما میگه برکت چی هست. وقتی نشستن و برخواستن مبارک باشی، وقتی رفتن و آمدن مبارک باشی، سر باشی نه دم باشی، قرض بدی قرض نگیری. این برکتی که خدا وعده شده داده به ابراهیم و بعد الان موسی داره اینجا میگه و به امروز به دست ما میرسه. پس ما اگه از طریق برکت و از طریق عیسی که از نسل ابراهیم هست، از آنچه که در شریعت نمیشه شده اتفاق افتاده، من و شما برکت یافته خدا هستیم. بگید من برکت یافته هستم. ما برکت یافته هستیم. خدا ما را برکت داده. نگید خدا بد نده. اصلا اینو بنزید دور. بعضی اصطلاحات و چیزی که ما عادت کردیم، حتی وارد
دنیای مسیحیت داری میکنیم، اومد مواظب باشه این فرهنگ غلطه، خدا بد نمیده، مگه عیسی بده که خدا ما بده؟ دو نفر هستن که برای من تو اینستاگرام نوشتن که ایشالاتان اگر خدا اینه پس چرا جوان ایران کشته شدن هیچ کار نکرد؟ چرا پس دولت جمهوری اسلامی داره این کار میکنه سکوت کرده؟ خدا داره کار میکنه، من و شما نمیبینیم سکوت خدا. من نوشتم یک اسلایدی رو در جلسه شمام راجعش صحبت کردیم، سکوت خدا به این معنی است که خدا فراموش کرده، سکوت خدا به این معنی است که خدا بی تفاوته. خدا داره کار میکنه، باور داریم؟ اگه خدا منو شفا نده هنوز به این معنی است که خدا شفا دهنده نیستش، او شفا دهنده هستش. آمین آمین آمین. من میگم آمین به جای شما میگم. در کتاب مقدس ما بین واژه یونانی نجات، البته من زیر یونانی بلد نیستم، و واژه عبری که یونانیش میشه سوتریا، تا جایی که من اگه تلفظش درست گفته باشم، واژه سول یا در واقع سلامتی میشه شالوم. بین این دو واژه ارتباط خاصی وجود داره. وقتی نجات خداوند بر ما قرار میگه، عیسی مسیح از مردگان که زنده میشه به شاگردان چی میگه؟ شالوم، سلامتی بر شما باشه. فارسیش میشه سلامتی. شالوم، عبارت شالوم به معنای چیه؟ چند تا چیز من در آوردم براتون. به معنای کمال، تمامیت، صلح، سلامت، رفاه، ایمنی، سلامت دوباره نوشتم سلامت، آرامش، رفاه، کمال، پری، استراحت، هماهنگی، عدم آشفتگی یا اختلافات. به عبارتی کامل بودن هستش. هللویا. کلام خدا به ما من نمیگم آه. کلام خدا میگه، کلام خدا نشون میده و میگه که خدا کاملیت رو میخواد ما بده. برای همینه که ما مسیح احتیاج داریم. ما مسیح نمیشیم چون از وصحب قبلی اون بده میاد. این هفته 4 نفر با من تماس گرفتن راجع به مورد. ما از اسلام زده شدیم میخوایم مسیح بشیم. یه عزیزی نوشته بود که نازنجان گریهش کرد بهش گفتم. عزیزی نوشته بود که پدر من و مادر من اعدام کردن در این با اتهام سیاسی بودن و من دیگه نمیخوام مسلمان باشم، میخوام مسیح بشم. ما متاسفیم اتفاقا داره میفته، ولی خدا توسط مسیح میخواد کاملیت ما بده. کاملیت در هیچ مذهب و مسلکی وجود نداره، هیچ مذهب و مسلکی. به تلاش کنید دیگه. ما حاصل مذهب و حالا ما ایرانی ها اسلام میشناسیم، البته مذهب و در دنیا داریم میبینیم. به هندوستان مهد مذاهب دنیا است، هیچ کاملیتی وجود نداره. ایمانداران مسیحی اگه باور داره بگید آمین میپذیرم. این عهد نجات و صلح را ما از طریق عیسی دریافت کردیم. آمین. عهدی بسیار عالی است. یا آیه دیگه میخوام براتون بذارم، اشعیا 53:5 که سود برادرمونم در همین رابطه بودش. خب اشعیا 53:5 دقیقا 700 خورده سال قبل از که مسیح به دنیا بیاد گفته شده. پیشگویی عیسی به خاطر گناهان ما مرد. عیسی رو ما اضافه کردیم. او به خاطر گناهان ما مرد. او مجروح شد به خاطر شرارتهای ما، او مضروب گردید. صحنه مصائب مسیح رو میبینید چجوری مسیح رو مصلوب میکنن، شکنجه میکنن، شلاق میزنن. به خاطر دردی که او متحمل شد چه اتفاق افتاد دوستان؟ شفا شاید بیابیم، انشالله بیابیم. هرگز این رو نمیگه. من از کلام خدا عیناً گذاشتم اینجا براتون. متحمل شد، شفا یافتیم. به خاطر ضربهایی که او تحمل کرد سالم شدیم. اصلا من چیکار کنم؟ باید دریافت کنم. نه؟ خدا یه چیزی رو در بانک ما ذخیره کرده. خدا چیزی رو برای ما وعده داده. آمین. آنچه که وعده من کارم این نیست که با خدا بحث کنم. نه قربان شما خداوند، خیلی ممنون، لطف دارید، من شایسته نیستم، من نارقم. نه نه نه، بگیم دریافت بکنم. آمین. کار ما دریافت کردن. حالا اگر این چیز دیده میشه یا نمیشه، بعد خدا برنامه دیگه داره. داره همیشه شفا نخواهد بود. شاید در بعضی مواقع خدا طرف برداره ببره به خودش، ببره به حضور خودش، برنامه تمامه. میگه حالا دیگه وقتی رسیده که پیش من بیای. پولس میگه وقتی اون رسیده که رجعت کنم، دیگه وقتشه برم. آقا پولس کجا میری؟ ما داریم برکت میگیری من نوشته تعالیمه. تو بنیانگذاری چندین کلیسا هستی؟ نه باید برم، خداوند گفته. در اوج خدمات کشیش های کوسپیان خداوند
ایزاد کیشون بره. در اوج خدمات کشیش رافی شاوردیان خدا ایزاد کیشون بره به حضور. سخته ولی برنامه خداست، خدا برنامه داره. ولی در حینی که ما رو زمین هستیم برنامه خدا اینه که ما شفا پیدا کنیم. حالا از هر جهت اگه جسمان شفا نمیگیریم، پولس هم میگه سه بار دعا کردم خدا شفام نداد. ولی همین پولس بعدا راجع به شفا صحبت میکنه، درسته؟ میریم جلوتر. آرامش یعنی شالوم. آرامش عیسی مسیح شامل هر بخش از زندگی ما ایمانداره، هر بخش. ازدواجتو مشکل داره، خدا میخواد شفا بده. افکارتون ممریخته از خدا میخواد شفا بده. درابرتون بسته از خدا میخواد شفا بده. از جمله شفای جسمانی شما، من دیدم اینو بارها، دیدم، دارم گواهی میدم به شما. یکی از قانع کننده ترین استدلالها برای شفا یافتن الهی خدا این واقعیت که عیسی در تمام مدت خدمت زمینی خودش چیکار میکرد؟ مردم رو شفا میداد. عیسی آمد برای نجات جانها و در خدمت زمینیش، در اون مدتی که رو زمین خدمت میکنه، ما در چهار انجیل داریم بارها عیسی رو میبینیم که داره مردم رو شفا میده. طبق کتاب مقدس عیسی اراده پدر خودش رو هنگام که مردم رو شفا میداد به انجام میرسون. یه آیه نگاه کنیم، من میگه دو تا آیه نگاه میکنیم. هللویا. اینجا انجیل یوحنا باب 4 رو میخونیم آیه 34 و انجیل یوحنا باب 17 آیه 4. عیسی میفرماید که قضای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. آمین. ما مسیحیان کاش که این کار رو بکنیم، نه فقط حرفشو نزنیم، فقط خوراکمون باشه کار خدا رو انجام بدیم. و بعد در یوحنا باب 17 آیه 4 هم اینطور دعا میکنه عیسی. این آیه تو معروف، این دعای معروف رو میدونیم همه ما. بگه ای پدر، جلوتر میگه، من تو را روی زمین جلال دادم و کار را که من سپرده شده بود تمام کردم. خب باب 17 از عیسی رو صلیب نمرده، هنوز صلیب نمرده که بگه من کار تو رو کامل کردم، درسته؟ بعدن چند باب جلوتر این کار میکنه، باب 19 20 21 این کار رو میبینیم که انجام میده در یوحنا. ولی اینجا میگه کاری که من سپردی تمام کردم. هدف عیسی مسیح نبود که به روی زمین معجزه کنه، شفا بده، بگی ببین من چقدر بهتر از یحیی هستم، بهتر از موسی هستم، نه. ولی عیسی این کار رو کرد، دوست داره که مردم رو برکت بده. خدا وقتی انسان آفرید در باب دوم کتاب پیدایش گفت نیکوست. یکی از نیکوی خدا سلامتی در جسم آدم و حوا بود. هنوز بیماری نیامده بود، از لعنت نیامده بود، هنوز انسان گناه نکرده بود. حالا عیسی مسیح اومده رو زمین، داره کیف میکنه که مردم رو شفا میده. این عکس رو ببینید، لذتی برای این تصویری که یک نفر فیلم برداری کرده عکس گرفته گذاشته، لذتی برای شفا میده. عیسی لذت برای که مشکل شما رو شفا میده، درد شما رو شفا میده. یه کامل شد، هللویا، لذت برم. آمین آمین. دریافت کنیم. در کتاب خروج یا دیگه نگاه کنیم، باب 15 26. میدونم این تعلیم بمونه برای خیلی از ما، راجب شفا به طور کامل داشته باشیم برای زندگیمون. خروج 15 26 میفهمن اگر از من اطاعت کنید، خداوند داره میگه ها، هر چی رو که در نظر من درست است به جا آورید، داره به قوم اسرائیل میگه، ما که نبودیم هنوز ایماندار، و اوامر من رو نگاه دارید، من کی داره صحبت میکنه اینجا؟ چند بار عبارت من رو استفاده کرد، اقلا سه بار اینجا هستش. من شما را به هیچ یک از مرضهایی که بر مصریان فرستادم مجازات نخواهم کرد. خدا نمیخواد قوم خودش بیمار بشه. بعدا قوم خدا میبینیم که متاسفانه گناه میکنه، خدا کار انجام میده البته، ولی اراده خدای نیست، خواست خدای نیستش. نگید خدا بد نده، خدا بدی نمیده، نمیخوام این کارو بکنم، من خداوند هستم. یکی از نوکیشای رفته میگه برده تا چقدر خدا هی میگه من خدا هستم، خدا هستم، خدا. نه انقدر بت بوده، خدا میخواد که قوم یهود بفهمه که فقط او تنها خدا هستش، بتا نیستن. الله و بودا و نمیدونم چی، این همه خدایان شیوا و این همه خدایان که وجود داره، خدا نیستن، بتن. من خدا هستم، هللویا. همان کسی که شما
شفا شما را شفا میده. راش افتاده دوستان کتاب رو تب کردید، همان کسی که شما را شفا میدهد. کسی که شما را شفا میدهد لذت بره. من خدا هستم، کار من همینه، من میخوام این کارو بکنم. چقدر زیبا خدا من صحبت میکنه. وقتی توجه میکنیم خدا همیشه خوبی قوم خودشو میخواد. در عهد عتیق، در عهد جدید هم همینطور. نباید این واقعی که شفا رو اراده خدا هست بهش شک کنیم و باعث تعجب بشه. هرگز نباید این کار بکنه. من میخوام بیش از این راجع به شفا صحبت کنم، میخوام بیش از این راجع به شفا دعا کنم، میخوام فرهنگ شفا یافتن در زندگی روحانی ما و جسمانی ما بیشتر بیشتر رواج پیدا کنه. شما چطور؟ بگی دریافت بکنم. اگر دعا میکنید برای ایران، بگی خداوند ایران رو شفا بده، نجات بده، عوضش کن که برکت تو جاری بشه. شفا بخش اساسی از خدمات عیسی بود، جلوتر گفتم نه، در متی باب 8 آیه 16 یا کنم هم میگه و 17 اینجا داره توضیح میده. متی در انجیل خودش همین که غروب شد بسیار از دیوانگان را نزد او آوردن، دیوزدگان منظورشه، و او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون میکرد. همه دیوانه ها دیوزده نیستن ها، ولی بعض از آدم ها روح بد دارن، با فارسی میگیم جن دارن، نه؟ او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون میکرد و تمام بیماران را شفا میداد. مگه شما نمیگید عیسی مسیح امروز دیروز تبت همانه؟ میگه دیگه نه؟ میگه تمام بیماران را شفا داد. نگید شفا مال اون موقع است، بگید دریافت بکنم شفای خدا را. چیکار کرد؟ تمام بیماران را شفا میداد تا پیشگویی اشعیا نبی تحقق یابد که گفته بود او ضعف‌های ما را، اشعیا 53، برداشت و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. دور ساخت. آنچه که نبی گفته بود 700 سال قبل از اینکه عیسی بیاد، مسیح بیاد، او داره انجامش میده. او میخواد که مردم رو تجربه کنن. عیسی امروز هم میخواد این تجربه باشه. برای اون موقع نبود که فقط مردم انجیلش گوش کنن، خبرش گوش کنن، چون شفاشون داد کشتنش. اتفاقا کار او، خوراک او، اراده خدا رو انجام دادنه. بگی دریافت بکنم به نام عیسی مسیح. این آیه به ویژه روشن میکنه، به طور مخصوص روشن میکنه که بیماران و بیماری هایی که عیسی شفا داد نه تنها روحی بودن بلکه جسمانی هم بودن، نه فقط روحانی بودن بلکه جسمانی هم بودن. و این شفای جسمانی بخشی از تحقق اشعیا نبی 53:3 هست که براتون میذارم. حالا به خاطر گناهان ما او مجروح شد، به خاطر شرارت های ما او مضروب گردید، به خاطر دردی که او متحمل شد شفا یافتیم. عذر میخوام. و به خاطر ضرب هایی که او تحمل کرد سالم شدیم. سالم شدیم. بگید من سلامت تو رو دریافت بکنم ای خداوند. لوقا به 4 رو با هم نگاه میکنیم، آیات 18 و 19. لوقا 4 18 و 19 میگوید روح خداوند بر من است. عیسی داره جو صحبت میکنه. او مرا مس کرده. من برای کاری اومدم. یه چیزی رو من قرار داره. شما دقت کنید بر انبیاء مختلف هر کدوم یک مس به خصوصی بودش. حالا عیسی که پسر خدا هست میگه خدا منو مس کرده، من جسم پوشیدم، انسان شدم برای کاری که چی بشم؟ تا به بینوایان مژده بدم. داره از اشعیا میگه نه؟ مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام کنم. آمین آمین آمین. یعنی از روزی که عیسی مسیح خدمت خودش شروع کرد، مادامی که رفت روی صلیب و زنده شد و تا زمانی که برگرده، میگه کار من همینه که چیکار بکنم. سال فرخنده خداونده. الان ما در سال فرخنده خداوند داریم زندگی میکنیم که برکت درش هست، سلامتی هست، شالوم هست. او سفیر صلح و سلامتی هست. اینو پتروس هم ما میگه. نگاه کنید اول پتروس باب 2:24. پتروس اینو خوب درک میکنه. اول شاید نمیدونستش، ولی بعدن که خداوند ملاقات که زنده است و سالها از ایمانش میگذره،
در رساله اول خودش می‌نویسه. مسیح شخصا بار گناهان ما را بر دوش گرفت و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه چی بشیم؟ بمیریم. نام مسیح زنده که گناه در ما جایگاه نداشته باشه و برای نیکی مطلق زیست کنیم. زیرا چون به سبب زخمای اوست که شما شفا یافته اید. در هر زمینه. بعد این یوحنا میگه میخوام که دعا میکنم در هر جهت، از هر جهت کامیاب بشی. عیسی مسیح اومد که زندگی تو رو عوض کنه. دریافت بکنیم. وقتی عیسی شاگردان خودش رو میفرسته تا به نام او خدمت کنن، ما میبینیم به اونا میگه در متی به 10:8 اونا میگه بیماران را شفا دهید. هنوز شاگردسازی نکرده. هنوز اینا مرگ و قیام مسیح زنده رو ندیدن. ولی چی میگه؟ میگه برید بیماران را شفا بدید. مردگان را زنده کنید. جزامیان را پاک سازید. بیماری جزام کسی نمیتونست بهش نزدیک بشه. عیسی میگه شما دعا کنید اینش پاک بشن. طاهر بشن. و دیوها را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. من بارها این آیه را خوندم. ندارم که براتون بذارم. بارها خوندم. دیروز میدونید وقتی این درس آماده میکنم خدا من چی گفت؟ شفا یافتن شما یک هدیه ای از جانب من به رایگان هستش. شما شفا نمیابید که چون شما خوبید یا کار بهتر انجام میکنید. این فیض منه، این لطف منه، محبت منه که میخوام شما شفا بیابید. چطور رابطه روحانیتون با خدا، چطور رابطه جسمانیتون با انسان دیگه، چطور جسمتون هستن؟ من مفت بهتون میدم، شما بابتش اشکال نکردید. من رایگان دارم بهتون میدم. درسته ما به رایگان نجات پیدا کردیم. یه کلاسای گذروندیم، کشیش ما رو تعمید داده. بعضیتون هنوز تعمید نگرفتید، به فیض خدا تعمید بیابید. ولی میگه معافی یافتید، قسمت دومش به قلب من خیلی صحبت کردید. بیش از این همه سال گیانه رو خوندم. معاف بدهید. یعنی چی؟ وقتی بیماری رو میبینید به رایگان برید دست بزنید براش. فکر نکنید که من میخوام شفا بدم یا میشه یا نمیشه. شما معافی یافتید، مفتم بدید به دیگران. مفتم به دیگران تعلیم بدید. مفتم به دیگران بگید این کارو بکن. شاید این کارو میکنن، میرن دو به دو و میبینن که خدمتو انجام میدن، نه؟ در نتیجه ما هیچ نشانه ای نمیابیم که شاگردان هرگز تحت این تصور بودن که شفا دادن مردم باید متوقف بشه. ما به فیض خدا از چهارشنبه کتاب اعمال شروع میکنیم. هرگز نمیبینیم میگن بس دیگه، بشارت رسید دیگه، مسیح هم که مرد و زنده شد، برای چی بخوایم دعا کنیم مریضا شفا بگیرن؟ همواره میبینیم در خدمت اونها در کتاب اعمال که اونها برای بیماران دعا میکنن بدون ترس و شک. این کارو میکنن. در عوض میبینیم که بعد از اینکه عیسی زمین رو ترک میکنه هنوز مشغول شفا یافتن، شفا دادن هستن، دعا کردن هستن. این در اعمال 5 میخونیم، آیات 12 تا 16 براتون میخونم. میگن رسولان عجایب و نشانه های بیشمار در میان قوم انجام میدادن. عجایب عجیب غریبی. همون پتروس ها، همون یهودا، یوحنا، نه؟ تومای شکاک. و با وحدت نظر در ایوان سلیمان جمع میشدن. هیچ کس خارج از جمع خودشان جرأت نمیکرد که با آنان هم نشین شود. میترسیدن. کی هم دیگه؟ ما بریم اونجا اصلا شایسته نیستیم که بریم بین اونا باشه. اما مردم اومن از ایشان تعریف میکردن. این لگه کی هستن؟ یکی ماهیگیرن، یکی باجگیرن. آیه 14. ولی پیش از پیش مردان و زنهای بسیاری به خداوند ایمان آوردن. این هدف اصلی ماست. هدف اصلی ما شفا یافتن نیستش. هدف ما شفا بیابیم نیابیم اگر ایمان داریم به عیسی مسیح فرزند خدا هستیم. نیکویچیش هنوز شفا نیافته. 4 دست و پا نداره هنوز. 3-4 تا بچه داره، ازدواج خوبی هم داره، خدمت بسیار مبارکی هم داره. خیلی ایرانی رو هم دوست داره، نه؟ ولی میگه چی؟ به ایمان آوردن و به ایشان پیوستن. کار به جای رسید که مردم بیماران خود رو در کوچه ها می آوردن، فلج و نابینا و جزامی رو می آوردن، داروخونه بیمارستان رو انداخته بودن و آنان را بر بستر دوشک می خواباندن تا وقتی پتروس از آنجا میگذشت لااقل سایه او بر بعضی از آنها بیفتد. همین پتروس ما
سایش بیفته شفا میابه، کافیه. مسیح گفت کاری بزرگتر از من میکنه نه؟ سایه او شفا بده. اینو دیدن، اعتقاد داشتن و میافتن. عده زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدن و بیماران و کسانی که گرفتار ارواح پریدی بودن آورده و همه شفا یافته. حتما در کتاب اعمال بررسی خواهیم کرد. از شهر اطراف هم میمدن. فکرشو بکنید در خونه ما صف بندن بگن آقای الاتان بیاد برای من دعا کنه. چقدر قشنگ سایش بیفته. سایش بیفته من شفا بگیرم. چرا؟ چون باور داشتن که شفا نان فرزندانه. امروز شفا بخش از مأموریت بزرگ ما برای رساندن انجیل مقدس به دنیاست، به ایرانیاست. خوشبختانه ایرانیا به اینکه عیسی شفا میده ایمان دارن. باور دارن که عیسی شفا ده، باور دارن که عیسی زنده است. تفسیرشون غلطه ولی میدونن که عیسی زنده است. پس شفا بخشی است که ما بیشتر روش فکر کنیم، دعا کنیم، از خدا بخوایم که در میان ما ظاهر بشه. در میان نشانه‌های فهرستی است که به دنبال ایماندارا خواهد بود. با هم دیگه آیه رو نگاه کنیم، کم کم کلامو تمام کنیم امروز. طوری نشه. مرقس باب 16 آیه 15 تا 18. این آیات کتاب مقدس شما هم هست، حتما نگاه کنید. میگوید عیسی به ایشان فرمود. حالا اینجا دیگه عیسی از مردگان برخواسته داره با شاگردان حرف میزنه. به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. کسی که ایمان می آورد تعمید می گیرد، نجات خواهد یافت. نجات تکمیل میشه. اول تعلیم می گیره و تعمید می گیره، نجاتش تکمیل میشه. اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. دوست عزیزی که دارید پیام می شنوید حالا الان یا بعدن، اگر به عیسی ما نیارید از این دنیا برید امشب، امروز شما محکومی که عیسی را جان نپذیرفتید. فروتن شید و از عیسی بخواید به قلبتون بشه. به ایمانداران که نشانه های قدرت داده خواهد شد. به ایمانداران، به شاگردان مسیح، به کسانی که پیروان عیسی هستند، نشانه های قدرت داده خواهد شد. نمیگه فقط به شما 11 شاگرد و 120 شاگرد. به ایمانداران، آنها با ذکر نام من دیوها را بیرون خواهند کرد. یکی از عطیه هستش به زبان های تازه سخن خواهند گفت. یکی دیگه از عطیه هستش اگر مارها را بگیرن یا زهر بخورن به ایشان آسیبی نخواهد رسید. نهید مار بخورید بگیرید و زهر مار بخورید و بگید مردم. در مورد پولس اتفاق میفته که وقتی مار نشش میزنه در کتاب اعمال ایشون نمیره، آسیبی نمیره. به عبارتی داره میگه چیزهای خطرناک بر شما تأثیر نخواهد گذاشت. دریافت کنیم، ما وقتی غذا میخوریم دعا میکنیم خدا غذا رو تقدیس کنه، نه؟ خیلی مهمه. دست های خود را بر مریضان خواهند گذاشت. کی؟ شاگردان؟ 11 شاگرد؟ 120 شاگرد؟ کشیشان؟ اسقفان؟ ایمانداران؟ این ترجمه میگه ایمانداران. ایفتر یا کنید ایمانداران نشانا دست ها بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. من آماده کردم شفا رو، شما جاریش میکنید، شما انجامش میدید. خدا هم میگه این فرهنگ دعا برای بیماران باید در ما رواج پیدا بکنه و عادی بشه. نه وقتی که من میکنم، میدونم که تازه ایمان آوردم 16 سالم بود، در میدون انقلاب تهران بودم، یه آقای قش کرد تو خیابون افتاد، هیچ وقت خودم نمیره، نویبان بودم، شاید چند ما توبه کرده بودم و بعد مردم گرفته بودن این سرشو نکوب زمین و اینها. بعد من با صدام نگاه میکردم، یادم نرفت 40 سال گذشته از این ماجرا. میتونم دعا کنم؟ نمیتونم دعا کنم. هیچ وقت دعا نکردم البته. نمیدونم آقا کیه، کجاست. هیچ وقت دعا نکردم. متاسفم. باید در ما باشه. در کلیسای اولیه بود. سایه های اونا شفا میداد مردم رو. زخمایش شفا یافتم. قدرت شفا بخش انجیل امروز هم به همان اندازه که در کلیسای اولیه عمل میکرد ادامه داره. به نام قدوس عیسی مسیح. با هم دیگه بریم دوباره سرود قشنگ عشای ربانی رو بشنویم، آماده بشیم، برگردیم با هم دیگه هم عشای ربانی خواهیم گرفت، هم برای شما دعا میکنم. خدا من کلامشو برکت بده. هفته آینده دوباره راجع به این موضوع به طریق دیگه صحبت میکنم. عرض کردم خدا اوردی پیغامش هم من داده. با
هم نگاه خواهیم کرد چگونه عیسی مسیح این کارو کرد و میکنه، تا اینکه بلکه در زندگی ما، در افکار ما، در کلیساهای ما دعا کردن برای بیماران و دردمندان امر عادی باشه. آمین. این سوز زیبا رو هم بشنوید، اگه بلدید بخونید، نوشتاش هست، هر ما میخونیم. آب انگورنا رو آماده کنیم، برمیگردیم و میگه اشرف بانی میگیریم. آمین آمین آمین. دقیقا اول قرنتیان باب 11 رو خوندن عزیزان ما. این از بدن و خون خداوند ما عیسی مسیح. مسیح کار را کامل کرده، چیزی قرار نیست بون اضافه کنیم، بلکه با ایمان آوردن، با اعلام کردن این که او نجات دهنده ماست، ما نجات یافته ایم. آمین. به همین شکل وقتی اعلام میکنیم که خداوند برای گناهان ما مرده، برکت خدا وارد زندگی ما میشه. ما باید برکت یافته خدا باشیم در زندگی و در هر امری. حالا در این دنیا هستیم، فرض و نشیب‌های وجود داره، ولی خدا سایه پرمهرش بر ما است. طبق کلام خدا، امیدوارم که خیلی از ما با آمادگی و با دعا اومدیم، شاید بعضی از شما تو ایران روزم گرفتید تا این لحظه، به حضور خداوند با دلی آماده، با دلی شکرگزار، با دلی سراسر و لبریز از آنچه که او کرده به خداوند بگید متشکر هستم. هللویا، متشکرم خداوند برای آنچه که روز صلیب انجام دادی. به راحتی ما یک تیکه نان رو به دست میگیریم، آب انگور رو مینوشیم خداوند،
بگویم این از بدن و خون خداوند ما عیسی مسیح، ولی تو ساعت‌ها زجر کشیدی، تو 33 سال خورده رو زمین بودی، همه چیزو تحمل کردی، از همه مهمتر خداوندی خودت رو کنار گذاشتی، خودت رو خالی کردی، مثل ما شدی تا ما را برهانی. خداوند متشکرم خداوند برای کار کامل تو بر روی صلیب خداوند که الان در دستان ما هست. خداوند برکت بدم نان و پیاله رو خداوند. دعا میکنم که هر عزیزی که شرکت میکنه چه الان چه بعدن، ای خداوند برکت تو بر او قرار بگیره، چیزی در زندگیمون نباشه که باعث بشه که به جای برکت لعنت تو زندگی ما بیاد. اگرم هست توبه میکنیم ای خداوند، اگرم هست همه رو به زیر پای تو مینازیم، در عوض نجات و برکت تو رو دریافت میکنیم. این نان رو برکت بده به نام قدوس عیسی مسیح، آمین. با شکرگزاری با هم با اتحاد بخوریم و شکر کنیم برای کار کامل خداوند، آمین. کلام خدا میگوید که خداوند بعد از شام، بعد که نان رو خوردن و غذا رو خوردن، میگوید که بعد از شام پیاله رو به دست گرفت. این از خون من، این از خون من، خونی که به وسیله آن با ما عهد بست. او خون خودش رو داد که ما فرزند خدا بشیم. هفته گذشته وقتی که از پیام‌هایی که خادمینی که بین ما نیستن رو گوش می‌کردم، واقعاً شنبه صبح من به کلیسام گفتم بسیار متفاوت شد وقتی بیاد آوردم مسیح چه کرد. شکر خداوند برای خون تو که اول ما نجات یافتیم، اسم ما در دفتر حیات نوشته شد، ما فرزند خدا شدیم. الان اسم من در آسمان است، مهم است که رو زمین کسی اسم من رو یاد میاره نمیاره. اسم من در دفتر حیات خدا هست. همینطور خداوند ما رو وارد خانواده الهی کرد، کلیسا، یک کلیسا ما نیاز داریم که عضوش باشیم، کلیسای خداوند که به وسیله آن ما میتونیم با اتحاد و فرزندان خدا به حضور خدا بریم و شکرگزاری و پرستش کنیم و خدمت کنیم، خدمت بشیم. همینطور به زخمای او همونطور که در این جلسه سراسر این جلسه رو صحبت کردیم مشفا یافته. میخوام این کارو بکنم. به هنگامی که مینوشید همون بدنتون همونجا که درد میکنه، همونجا که ضعف دارید، اگر در قسمت دیگه هست مشکل جسمی ندارید، شفای خودتون از خداوند دریافت کنید. بذارید که این آب انگور، این مراسم عشای ربانی بسیار متفاوت باشه. وقتی مینوشید شکرگزاری کنید، بگید خداوند شفای تو رو دریافت میکنم به نام قدوس عیسی مسیح. با شکرگزاری اعلام میکنم و دریافت میکنیم، آمین. هللویا، شکر بر نام خداوند ما عیسی مسیح زنده برای کار کامل او. خدا شکر میکنم که نزدیک یک ساعت خورده با من بودید. بیشتر خداوند برکتتون بده. اگر احتیاج به دعا دارید، طبق معمول هر هفته میگم تیم دعای کلیسای سفیران مسیح آماده هستش، خیلی ها میفرستید در طول هفته، ما میدیم خدمت عزیزان، با شما متحد میشن، دعا خواهند کرد. مختصر بنویسید برای این موضوع لطفا دعا کنید و ما میدیم به عزیزان، حتما با شما متحد میشیم و دعا خواهیم کرد. همونجوری که دارین جلسه رو تماشا میکنید میتونید خصوصی برای من بنویسید، خصوصی بنویسید که جا نیفته. آمین. ما ایمان داریم که کار خدا کامله، عیسی مسیح تغییر نمیکنه، او همچنان زنده هستش و با قوت در میان ما عمل میکنه. شما به دست خدا میسپارم، دعا میکنم که برکت خدا با شما باشه. کلیسا شما رو سه‌شنبه میبینم ساعت 9 شب. چهارشنبه کلاس اعمال رسولان به فیض خدا شروع میکنیم. لطفا دعا کنید، همینجا شروع میکنیم که خدا از ما استفاده کنه. خداوند 29 جلسه 29 باب رو برکت بده، معمولا بیش از 29 جلسه هستش، برکت بده که بتونیم واقعا بر اساس هدفی که داریم و پیامی که خداوند داده بتونیم بنای کلیسای خداوند رو در بین فارسی زبان ها شاهد باشیم. خدا از این جلسه استفاده بکنه، همه چی خوب پیش بره، اتفاق خاصی نیفته. دیدار ما پس چهارشنبه خواهد شد و جمعه بعد به فیض خدا برمیگردیم، موضوع شفا یافتن رو به شکل دیگه ادامه میدیم و بیشتر راجعش صحبت کنیم. اما قول دادم بهتون سرود فردریک رو دوباره میشنویم. با شنیدن سرود فردریک، بعد سرود برادرم فردریک، جلسه رو خاتمه میدیم. فیض خدا رو براتون میطلبم. در مسیح شاد باشید.
به زخمهایش شفا بخشی، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را آباد. به زخمهایش شفا بخشی، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را آباد. با آن چشمان پرجورش، تبسم بر لبان او، نگاهش قلب پتروس را هزار رشته بریش بنمود. به هر آهنگ شلاقی که بر پشتش نوازان بود، سرودی زمزمه می کرد، پدر بخشا عزیزان را، به تن بگرفت همه درد، همه زجر و همه زخمی، به جان بگرفت همه خاری، همه خفت و هر شرمی، ز بهره من به جان بگرفت صلیب و مرگ بر آن را، ز بهره من گناه کردی، به پرداخت مزد مرگم را، به زخمایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را آباد. زمان لرزید، هوا قرید، به خود پیچید، به بار ابرک، به بار باران، خداوند در زمین خوابید، صدای گریه مادر، صدای یست هر عاشق، بگردید کند بر نپا، خداوند او را بخشید، به زخمهایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را آباد. زمین لرزید، زمان لرزید، هوا برید، به خود پیچید، به بار ابرک، به بار باران، خداوند در زمین خوابید، صدای گریه مادر، صدای یست هر عاشق، بگردید قند بر لب‌ها.